این هفته خودروی بعدیتون، کوله پشتی بعدیتون و کفش های بعدیتون. به یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های هوایی روی زمین خوش اومدید. فرصتی برای اینکه بشه جدیدترین هواپیما رو از نزدیک دید و شاهد نمایش حیرت انگیزشون بود. اینجا جاییه که صنایع هوانوردی در کنار نمایش‌های مختلف تجارت هم می‌کنه. در اولین روز از این نمایشگاه هفت روزه سفارش خرید 300 فروند هواپیما داده شد. تجارتی به ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار. پرواز این غول‌های آهنی همیشه برای من جالب بوده، اینکه چطور با این وزن هر خودشون میکنن و میرن تو دل آسمون. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید دستاورد بعدی بشر در صنعت هوانوردی اصلا انقدر بزرگ نیست، خیلی کوچیک و شخصیه. این بلک فلای نوع جدیدی از هواپیمای تک نفره. ممکنه تا به حال اسم اوپنر شرکت سازندش رو نشنیده باشید. علتش هم اینه که این شرکت طی 9 سال گذشته مخفیانه کار کرده. نیروی محرک این 8 پروانه با باتری‌هایی که روش تعبیه شده فراهم میشه و میتونه تا 25 مایل پرواز کنه. سرعتش در آمریکا به 62 مایل بر ساعت محدود شده. برای این PAV یا هواروهای شخصی نیازی به باند پرواز نیست، چون مثل بالگرد به طور عمودی نشست و برخاست میکنه. راستش خیلی هم چرخ نداره. یه علتش اینه که میخوان دوزیست باشه، یعنی بتونه در صورت نیاز روی آب هم بشینه. بعد از اینکه حملش کردی به محل پرواز سریعاً سرهمش میکنی. هدف اوپنر علاقمندانیه که دشتهای بی استفاده دارن و میخوان بینشون رفت و آمد کنن. مگه میشه کسی اینو نخواد؟ FAA آمریکا طرح خودپرش رو که هدایت خودکارم داره تایید کرده. در واقع گفته شده که برای پرواز با این وسیله نیازی به داشتن گواهینامه خلبانی نیست. این یکی از چند شرکتی که میخوان سیمای آسمان رو عوض کنند. اوایل امسال درباره طرح اوبر و همکاریش با بل برای تاکسی هوایی گزارش دادیم. ولوکوپتر هم تاکسی‌های پرنده خودپر رو به عنوان راه حلی برای آینده می‌بینه. در حالی که شرکت چینی ایهنگ داره روی طرح پرنده کوچیک خودش کار میکنه که شبیه پهپاده و قراره به دست علاقمندان خلبانی بشه یا اصلا تاکسی خودران بشه. این هفته استون مارتین هم با نمایش طرح مفهومی خودش به فهرست روبرشت شرکت هایی پیوست که روی هواگرد های شخصی کار میکنند. رولز رویس هم با پرنده 4 نفری بالگرد مانندش وارد این کارزار شد. نتیجه این که هواگرد شخصی به سرعت داره صورت واقعیت به خودش میگیره. اوپنر میگه که امیدوار سال آینده بتونه شروع به فروش بلک فلای کنه، اونم به قیمتی در حد یک خودروی شاسی بلند. با اینکه این یک رقم دقیق نیست، اما به نظر میرسه عده زیادی در آمریکا و دیگر کشورها بتونن از عهده خریدش بر بیان. درست بعد از اینکه بلک فلای معرفی شد، معلوم شد که یکی از سرمایه‌گذاره اصلیش یکی از بنیانگذاران گوگل، لری پیج یه جوری خودرو پرنده جمع میکنه که انگار داره کلکسیون کادیلاکش رو کامل میکنه. به هر حال چون چند وقت پیش از یک نمونه جدید خودرو پرنده به نام کیتی هاک رونمایی شد، همکار ما دیو لی پرواز کرد به لاس وگاس تا از نزدیک ببینتش، البته با یک هواپیمای معمولی. این یه پروژه فوق سری بود، اما دیگه نیست. شما دارین کیتی هاک فلایر رو با تمام شکوهش میبینین. خیلی ها فکر میکنن که این اولین قدم به سوی تحقق رویایی که ما انسان‌ها برای مدت‌های طولانی داشتیم، رویای پرواز با ماشین پرنده. این پرواز آزمایشی به خلبانی بریتنی 9 دقیقه طول کشید. فعلا ظرفیت باتری‌ها امکان پرواز تا 20 دقیقه رو میده، اما سرعتش محدود به 6 مایل در ساعت. پرواز خیلی سریع نیست، اما نباید خیلی سخت گرفت. بالاخره این یه ماشین پرنده است.
راستش لازم نیست حواسم به چیزای زیادی باشه به جز اینکه هواپیما رو طوری هدایت کنم که کار خودش رو انجام بده و بعدش هم جایی ببرمش که میخوام برم. به همین سادگی. قشنگیش به همینه، چون تو اون بالایی و پرواز میکنی و منظره هم زیباست. من فقط بهش میگم کجا میخوام برم. مجبور نیستم درباره هیچ چیزی فکر کنم یا خیلی به کنترولا فکر کنم. یعنی همه اون چی که باید بهش فکر کنی اینه که پرواز چقدر عالیه. کیتی هوک این آشیانه کوچیک رو در کنار دریاچه‌ای در نزدیکی لاس وگاس ساخته. مکانش خیلی مهمه چون اینجا به ندرت بارون میاد، اما هوا به شدت داغ میشه و گاهی اوقات هم شدت باد بیش از حدیه که بشه پرواز کرد. خود پرنده کمتر از 115 کیلوگرم وزن داره. این موضوع مهمیه چون دیگه سازمان هواپیمایی آمریکا از خلبان این پرنده گواهی خلبانی نمیخواد. در عوض کیتی هوک خلبان رو آموزش میده که 90 دقیقه طول میکشه. اول توی شبیه ساز پرواز، بعدش هم داخل یه ماشین واقعی که به زمین بسته شده و آخرش هم این استخر توپ. این تمرین برای خروج از این پرنده است در صورتی که توی آب سقوط کنه. اوه. چیز زیادی توش نصب نشده ولی میتونم تصور کنم که بعدن این کارو میکنن. اینم از کمربند ایمنی. متاسفانه بهم اجازه ندادن خودم برونمش، اما حداقل این فرصت رو داشتم که توش بشینم و ببینم اندازش چجوریه. حالا من نشستم روی صندلی خلبان و کنترل ها تو دستم. یکی از اینا برای تنظیم ارتفاع و اون یکی برای تنظیم جهتی که میخوام پرواز کنم. اینا بالاخره یه روزی سقوط میکنن مگه نه؟ تا حالا مشکلی داشته؟ آیا تا به حال یکی از اینا سقوط کرده؟ حتی یه مورد هم نداشتیم. حتی یکی از خلبانامون هم توی آب نیفتادن. مرتب در حال توسعه محصول هستیم و همونطور که چیزهای جدیدی کشف میکنیم ایرادها رو هم پیدا و اصلاح میکنیم و یه عالم پرواز آزمایشی انجام میدیم. این بخش عمده از هسته اصلی کاریه که میکنیم. همونطور که درباره بیشتر فناوری تازه و جذاب صادقه، سوال اصلی نیست که آیا ما توانایی انجامشو داریم. سوال اصلی اینه که آیا اجازه انجامشو داریم یا نه. یعنی مثلا برای همین خودرو پرنده اگه بخواد تبدیل بشه به یک وسیله نقلیه روزمره، قوانین زیادی باید تغییر کنن. اما این تنها راه پرواز انسان به آسمان نیست. دن سیموز نگاه انداخته به یک ایده دیگه. صداش خیلی بلنده اما خیلی با وقار پرواز میکنه. این جت پک با سرعت 250 مایل در ساعت پرواز میکنه. تا ارتفاع 5000 متر بالا میره که میشه تقریبا 1500 پا. میتونه 10 تا 15 دقیقه پرواز کنه و فقط 65 کیلوگرم وزنشه. مسیر مسابقه گودبود بیشتر برای ماشین‌های مسابقه آشناست تا جت پک که با سرعت و هیاهو از جلوی جایگاه رد بشه، اونم در قالب نمایش فیوچر لب در اینجا. یعنی رویای هممون بال در آورده. به محض اینکه این جت پک نشست و خاموش شد، باید همه جاشو تمیز کنی. باقی مونده سوخت دوده و این چیزا. میتونه JB11 باشه، میتونه تازه باشه، میتونه از نظر قدرت موتور و قابلیت مانوری که انگام پرواز دور زمین مسابقه به خلبان میده خیلی خاص باشه. اما وقتی کارش تموم شد، باید خاموش رو تمیز کنی. ورودت عالی بود، خوشم اومد. کمی در این مورد برامون بگو. این JB11ه. 6 تا موتور داره و آخرین مدلمونه. JB11 یعنی این 11امین مدل نه؟ این 11امین نمونه است. یعنی قبل از این 10 مدل داشتیم. با JB9 دور مجسمه آزادی پریدم. 2 سال پیش بود. اما اون فقط 2 موتور. خب موتور اضافی هم داری. میتونی حتی بعد از خاموش شدن یکی از این موتورها تو هوا بمونی. آره، دقیقاً. و رایانه ها باید خیلی جون سخت باشن. کجا؟ یه رایانه اینجاست. این یکی که روی گازه برای شروعه. یه سامانه رایانه‌ای هم اینجاست که سامانه اصلی رایانش و توزیعمونه. و هر کدوم از موتورها هم رایانه خودشون رو دارن. در نتیجه 6 رایانه، یه رایانه اصلی و یه رایانه گاز داریم. خیلی رایانه شده نه؟ چقدر طول کشید تا به این مرحله و این جت پک برسیم؟ بیش از 12 سال. من 12 سال پیش این کار رو شروع کردم. کار به سرعت پیش رفته اما فرایند خیلی سنگینی بود. و حالا اینو دارید. فکر میکنم این نقطه شیرینی باشه، نه؟ میخوام از اینجا برم تو. میتونم فقط اینجا بشینم؟ بله بله. نمیخوام باهاش برم دور بزنم. اما از این موقعیت من اینجا چی میبینم؟
خب در سمت خلبان موتور سمت چپ و موتور سمت راست رو می‌بینیم. یعنی این طرف همه اطلاعات مربوط به موتورها رو می‌بینیم. اینکه چقدر داغن، سرعت چرخششون چقدره، ولتاژ باتری چقدره، چقدر سوخت مصرف می‌کنی و غیره. و وقتی باتری‌ها روشن میشن همه اون اطلاعات رو اینجا می‌بینیم. درسته. و اصولاً اون LED ها اگه سبز باشن یعنی همه چیز برای پرواز خوبه. اگه زرد باشن وقتشه که درباره‌اش تأمل کنی. اما اگه قرمز باشن قطعاً باید بشینی. جتپک ایویشن میگه که اگه بتونن برای پرواز آزاد با این دستگاه به مردم اعتماد کنن میتونن هر کدومش رو بیش از $300,000 بفروشن. به همین دلیل هم فروشی نیست، گرچه ارتش آمریکا داره استفاده از اونو بررسی میکنه، چون حدود 50 ساله که از جتپک ها استفاده کرده. طرح جدید باعث شگفتی مردم دنیا خواهد شد. در این حال فرصتی خواهد بود تا در آینده نزدیک به طور آزمایشی پرواز با این رو مزه کنن. ایده من اینه که نوجوانای 14 ساله از جمله دختر خودم باید بتونن به طور مهار شده و با ایمنی کامل با یکی از این وسیله ها پرواز کنن و آینده هوانوردی رو درک کنن. میدونی که موضوع دیگه هواپیماهای بزرگ نیست، بلکه امکان پرواز فردی مهمتره. یا اینکه قادر باشی یک وسیله پرنده خودران رو از یک نقطه به نقطه دیگه ببری. این اتفاق خواهد افتاد. البته قرار نیست همین فردا باشه، ولی یه روزی اتفاق میفته. در هفته‌ای که گذشت، گوگل آخرین نسخه سیستم عامل تلفن همراهش اندروید پای رو منتشر کرد. اپلیکیشن هندی اولا که یک تاکسی اینترنتی اعلام کرد می‌خواد تا پایان 2018 به بریتانیا بیاد. و به نظر میاد که ماستر چیف قراره که برنامه تلویزیونی خودش رو داشته باشه. شبکه تلویزیونی شو تایم اعلام کرد که یک سریال اکشن هیلو در سال آینده تولید خواهد کرد. علاوه بر این در هفته گذشته الکس جونز یکی از افراطی ترین چهره‌های رسانه‌ای آمریکا و اینفو وارز رسانه راستگراش از برخی از وبسایت‌ها حذف شدند. شرکت‌هایی مثل فیسبوک، یوتیوب و اپل این نظریه پرداز تئوری توتر رو به دلیل نفرت پراکنی پاک کردند. توییتر اما از این روند پیروی نکرد و گفت که توییت‌هاش قوانین توییتر رو نقض نکرده. فیسبوک پیام‌رسان واقعیت افزوده خودش رو در این هفته ارائه داد که به کاربران اجازه بازی در چت گروهی رو میده. با این وجود به نظر میاد که بسیار شبیه اسنپبل که اوایل سال جاری میلادی راه اندازی شده بود. پژوهشگران دانشگاه هاروارد ربات‌های کوچک عنکبوتی رو به نام مورف ساختند که 8 پا داره و بدنش کاملاً از سیلیکون ساخته شده. این ربات‌ها به واسطه مایعاتی که به پاهاشون پمپ میشه میتونن راه برن. این پژوهشگران امیدوارن که در آینده بشه از این نوع ریز ربات‌ها در جراحی‌های ظریف استفاده کرد. و در انتها پژوهشگران به هوش مصنوعی دریبل بسکتبالی رو آموختند. گروهی از دانشگاه کارنگی ملون با همکاری دیپ موشن اینکورپوریتد با به کارگیری ضبط حرکات و یادگیری تقویتی عمیق تونستند مهارت‌های بازیکن مجازیشون رو بهبود ببخشند. علاوه بر عملیات حیرت انگیز آکروباتیک در نمایشگاه هوایی فرامبرو، صنعت هوایی دست به تجارت بزرگی در اینجا میزنه و جدیدترین نوآوری‌هاش رو به نمایش میگذاره. یکی از اهداف میان مدت این صنعت ساخت هواپیماهای برقی و بعدش هم احتمالاً هواپیماهای خورشیدیه. اینها اولین تصاویر تازه ترین هواپیمای ایرباس به نام زفیره، یک هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی که در حال حاضر در آسمان آریزونا دور میزنه. امیدوارن که بتونه یک سر تا 30 روز در ارتفاع 70,000 پایی یعنی در استراتوسفر پرواز کنه. اینجا تأسیسات تولید زفیر اس در بریتانیا است و این هم جدیدترین نمونه زفیر. 25 متر طولشه. فقط اون دوتا پروانه یا ملخ کوچیک رو داره، اما فکر میکنم شگفت انگیزترین ویژگیش وزنشه، 75 کیلوگرم. برای این به اصطلاح شبه ماهواری ارتفاع بالا دو کاربرد مختلف پیش بینی کردند. اول مراقبت از راه دور و دیگری یک بستر ارتباطاتی برای نقاط دورافتاده زمین. این برای ارتباط با 4 میلیارد نفر مردم دنیاست که هیچ ارتباطی با اینترنت ندارن. اون چه که زفیر امکان پذیر میکنه تحول خیلی بزرگیه. ماهواره برای استفاده مستمر خیلی عالیه، اما چطور میشه اگر بخوای محمولش رو عوض کنی؟ نمیتونی ماهواره رو بیاری پایین و بگی بیاین سری محمولش رو عوض کنی. این همون جاییه که زفیر مزیت داره، یعنی انعطاف پذیری، یعنی اینکه میتونیم این پرنده رو بنشونیم
محموله‌اش را عوض کنیم و دوباره بفرستیم بالا. یعنی اینکه میتونیم جهش‌های بزرگی را با فناوری آینده انجام بدیم. میتونیم از اونها بهره ببریم و کافیه که اونها رو بذاریم رو زفیر و بفرستیم بالا. با این وجود چالش اصلی برای این نوع هواپیماها اینه که شب‌ها هم بتونن به پرواز ادامه بدن. وقتی منبع انرژی اونا یعنی آفتاب نباشه، باید برای اینکه موتورشون کار کنه روی باتری‌های شارژی حساب کنند. نکته کلیدی اینه که بذاری در طول شب هواپیما به تدریج ارتفاع کم کنه، اما دقت کنی که وقتی دوباره آفتاب بالا میاد هواپیما هنوز بالای 50,000 پایی باشه. به این ارتفاع میگن ارتفاع طلوع. همین الان خبری از گروهمون دریافت کردیم که تونستیم رکورد ارتفاع جدید رو بذاریم، 59,000 پا. خیلی عالیه و راستش حتی فراتر از انتظارات خودمونه. به خاطر شرایط سخت جوی و چرخی مداوم شارژ باتری در استراتوسفر لازمه که زفیر هر سه ماه یک بار فرود بیاد تا باتریاش عوض بشه. علاوه بر این ایرباس داره با فیسبوک که اخیراً پروژه هواپیمای خورشیدیش آکیلا رو کنار گذاشته همکاری میکنه. توی کلیک چندین بار درباره گرافین باهاتون صحبت کردیم. شکلی از کربن که با خواص شگفت‌انگیزش جادویی به نظر میرسه. حالا لارا لوینگتون قراره که در این باره بروزمون کنه. مدتیه که درباره ماده اسرارآمیز گرافین صحبت میکردیم. این کربن ضخیم تک‌لایه اولین ماده دوبعدی دنیاست. 1,000,000 برابر نازکتر از موی انسان و محکمتر از فولاد. قابل انعطاف هم هست، فوق‌العاده سبک، رسانا، دارای خواص حرارتی و این لیست همینطور ادامه داره. با اینکه به طور رایج مثلا در تلفن‌های موبایل به کار میره، چرا همه جا به کار نره؟ مشکل اینه که هیچ استاندارد معینی برای اندازه‌گیری گرافین وجود نداره. معنیش اینه که تولید کنندگانی که ممکنه برای استفاده از گرافین انگیزه داشته باشن کاملا نمیدونن با چی سر و کار دارن، اما ممکنه این وضعیت در حال عوض شدن باشه. امروز یه برنامه معرفی در مجلس بریتانیا برگزار میشه که هدفش استانداردسازی ساختار گرافینه و از اولین بار که چند سال پیش دربارش برنامه ساختیم پیشرفت‌هایی هم در این مسیر حاصل شده. راستش من حتی یه جفت کفش ورزشی رو که با گرافین ساخته شده آزمایش کردم. برای دو مثل کفش‌های معمولین، اما مزایاش قراره با استفاده بیشتر آشکار بشه. نکتهش دوام و انعطاف پذیری اوناست، به ویژه روی زمین ناهموار، همون جایی که ادعا میشه کارایی داشته باشن. اما کاربردهای بالقوه این ماده خیلی گسترده و متنوعن که پژوهشگرا رو تو آزمایشگاه‌ها حسابی مشغول کرده. آزمایشگاه ملی فیزیک خیلی باشکوه، نه؟ اونا نه تنها آخرین شیبه هایی رو که میشه از گرافین استفاده کرد آزمایش میکنن، بلکه این سامانه نقشه برداری شیمیایی رو هم دارن که تنها یکی از تجهیزاتشونه که در واقع برای آزمایش محتویات گرافین هر چیزی ازش استفاده میشه. آیا به همین سادگیه که برای اینکه چیزی رو گرافین به حساب بیاریم صرفاً درصد گرافین مورد نیازش رو محاسبه کنیم؟ آره، اولین موضوع فهمیدن نحوه اندازه‌گیری خود ماده است. مثلا آیا تو این ماده گرافین وجود داره؟ آیا اونا گرافیتن؟ یا مثلا وقتی یه پودر سیاه داشته باشی که میتونه حاوی هر چیزی باشه، اولین مسئله اینه که فرایند اندازه‌گیری داشته باشی که همه بتونن انجامش بدن. برای خودت هم مهمه که بفهمی چرا گرافین داخل این ماده مرکب پخش شده. چون اگه پخش نشده باشه، اون وقت یه گوشه قلمبه میشه و اون وقت اون ماده مرکب بدتر میشه. خب الان دستم رسیده به یه ظرف پر از گرافین و برای چیزی با این کیفیت و خواص این مقدار خیلی زیاد نیست؟ با اون چی کار میتونین بکنین؟ آره، اینا برگه های گرافین هستن که به شکل پودرن. میتونی تصور کنی اینو به یه ماده مرکب اضافه کنی. اگه برای کاهش مصرف سوخت به فکر ساختن چیزی مثل یک هواپیمای سبک باشی، این ماده‌ایه که لازم داری تا به ماده مرکبی که امروزه تو ساخت هواپیما استفاده میشه اضافه کنی. خیلی خوب، آیا این برگه ها همون چیزی هستن که برای باتری ها و دستگاه هامون لازم داریم؟ آره، از ذخیره انرژی و باتری ها گرفته تا ساختن چیزهایی مثل مرکب و مدارهای الکترونیکی چاپی قابل انعطاف. برگردیم به فارنبرو تا آخرین دستاوردهای پژوهشی رولز رویس رو در رابطه با ایمن و سالم نگه داشتن موتورهای جت ببینیم.
گاهی اوقات تکه های کوچیکی وارد موتور جت میشن و به اون پره‌ها و تیغه‌ها آسیب میزنن. حالا تو اون سرعت بالا وقتی که یک پره میلیون‌ها بار داره به دور خودش میچرخه، یک آسیب کوچیک ممکنه تبدیل به یک شکاف یا ترک در پره بشه که خیلی خطرناکه. کاری که معمولا میکنن اینه که یکی رو میفرستن تا اون قسمت آسیب دیده پره موتور رو بسابه و مشکل رو حل کنه. اما حالا با ربات بوئر که میچسبه به بیرون موتور میتونن این کار انجام بدن. یک اپراتور فرقی نداره کجای دنیا باشه، هر جا، اون رو هدایت میکنه به داخل موتور، با یک دوربین قسمت معیوب رو پیدا میکنه و با یک مته که شبیه مته دندان پزشکی هست اون رو میسابه و مشکل حل میشه. یه روزم میاد که بشه خرابی موتور رو با این کوچولوها و رفقاشون بررسی کرد که توی موتور وول میخورن و لای درزها و شکافاش میرن. اگر من یا شما بریم و اتاقک احتراق را بررسی کنیم ساعتها طول میکشه، چون اصولا باید با استفاده از یه ابزار اسپاگتی شکل قابل انعطاف داخل شیم و دوروبر رو خوب نگاه کنیم و نقشه هرچی که اون تو هست رو بکشیم. اما ما میتونیم 5 تا یا 10 تا از اینا رو بفرستیم تو و اونا میتونن به همه قسمت‌های مختلفش برن و تصاویر رو برامون مخابره کنن. در نتیجه ما خیلی سریع نقشه محل بررسی شده رو به دست میاریم. موضوع کلن اینه که سعی کنیم فرایندها کاراتر شده و هواپیما دوباره به پرواز در بیاد. گروهی که الان روی این کار میکنن دارن کارهای مهیجی انجام میدن. اونجا که تو قسمت‌های از موتور سر و ته راه میرن. اگرچه ممکنه مثل داستان‌های علمی تخیلی به نظر بیاد، اما جاهایی هم هست که ما تکیه‌های اصلی رو طراحی می‌کنیم تا کل فرایند مؤثر باشه. جالبه که بدونید این تازه یک نمونه اولیه است و ربات اصلی اندازش نصف این خواهد بود. مجموعه ورزشی در ساحل شنزن، محل برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی منطقه که ظرفیت 20,000 تماشاچی رو داره. هر تابستون این محل میزبان رویدادی متفاوته. به دی جی آی روبو ماسترز خوش اومدید. برنامه‌ای پر سر و صدا برای نبرد ربات‌ها. در هر دور دو تیم ربات تانک‌های خودشون رو توی یک زمین پر از مانع از راه دور کنترل می‌کنن. هدف از بین بردن پایگاه رباتی حریفه، در این حال که مراقب پایگاه خودت هستی. و حالا تمرین یکی از تیم‌ها برای روبوماسترز 2018. گو. این مسابقه کلاً برای جذب دانشجویان مهندسی و الهام بخشیدن به اوناست. اونا باید کیت‌های اولیه رو که شامل 4 ربات زمینی و 1 پهپاد به طور کلی تغییر بدن و بازطراحی کنند. حالا دیگه این ربات‌ها مجهز به هدفگیری لیزری هستند. اونا با توپ به حسگرهای فشار تیم حریف شلیک می‌کنن و چرخاشون هم به سمت بیرون زاویه داره. انگار داری یک بازی ویدیویی مثل ایکس باکس رو انجام میدی. چیزی که در ابتدا به عنوان مسابقه بین دانشگاه‌های محلی راه اندازی شده بود، حالا تبدیل شده به یک رویداد خیلی عظیم که استعدادهای جوان رو از سراسر دنیا میکشونه به اینجا. دانشجوها ماه‌ها روی ریزکاری طرح‌هاشون کار می‌کنند. تبدیل این جونورها به ماشین‌های جنگی سرسخت اصلاً کار ساده‌ای نیست. برای اینکه دانشجویان رو برای این نوع تفکر سیستماتیک آماده کنیم، لازمه که پروژه‌ای بهشون بدیم که بتونن قسمت‌های مختلف فناوری رو با هم یکپارچه کنن، یاد بگیرن که چطور به عنوان یک گروه هماهنگ بشن، بتونن ایده‌هایی برای تضاد و اختلاف داشته باشن، اونا با هم دیگه همکاری می‌کنن. این دقیقاً اون کاریه که ما تو شرکت کردیم. توی پهپاد عناصر مختلف و مدارهای الکتریکی داریم، طرح‌های مکانیکی هم داریم. پهپاد شبیه ربات روی زمینه. در نتیجه این روش خیلی خوبی برای آموزش است. هر ربات تصویر زنده‌ای از محدوده دیدش رو به کنترل مخابره می‌کنه. اگه تأخیری تو این مخابره پیش بیاد، کارت زاره. امیدواریم که در آینده مسابقات روبوتیک مثل این یه ورزش پرطرفدار بشه، اما از مدلی که مردم به جای ورزشکارا مهندسا رو تحسین کنن. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه پیشین رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick.
ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.